بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين الذي أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی نور، مشاهدین عزیز برنامه خودتان، برنامه با دعوتگران که در آخرین قسمت آن هستیم، در این سلسله برنامه ما به حول قوه الهی آخرین قسمت آن را نیز به جمع‌بندی آنچه که در قسمت‌های قبل گفتیم اشاره خواهیم و مرور سریع خواهیم داشت و به این نتیجه میخواهیم برسیم که اگر یک دعوتگر اسالیب دعوت را و اسباب دعوت را خوب بفهمد و به کار ببندد حتما موفق خواهد شد. و الیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. ولذا این مبحث را که آخرین قسمت از برنامه با دعوتگران در این دوره هست بگذارید به مرور و مناقشه تمامی آنچه که در درس‌ها و نشست‌ها و قسمت‌های گذشته گفته شده بپردازیم. با ما بمانید، مروری بر آن مطالب خواهیم داشت. عزیزان دعوتگر، علمای عزیز و بزرگوار، گرامی ترین انسان هایی که خط پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را دارید و راه آن بزرگوار را دارید ادامه میدید. ما در مباحث و مطالبی که در برنامه با دعوتگران ارائه دادیم به اخلاص در عمل و دعوت اشاره کردیم و به این مطلب پرداختیم. موضوع اهمیت علم و نقش آن در دعوت رو باز شکافتیم. به بصیرت و حکمت نیز تأکید کردیم و مطالبی در این زمینه ارائه دادیم. رعایت فقه اولویت ها و تدرج در مطالب دعوت و موضوعات دعوت رو بحث کردیم. استقامت و عدم استعجال در قضیه دعوت را هم مورد نقاش قرار دادیم. منهجیت دعوت و اینکه بر مبنای علمی و اصولی و ضوابط و قواعد خاص خودش استوار باشد را هم مطرح کردیم. رعایت آداب دعوت را نیز هم در یکی دو برنامه گفتیم. هرچند که هر کدوم از این مطالبی که گفته شده خودش باز تفصیلات و جزئیاتی داره که باید از خلال مصادر و منابع علوم و فنون اسلامی آن را جستجو شد و به دست آورد و در زمینه‌ها کاربردی از آن استفاده کرد.
شاید از مهمترین مسئله ای که جلب توجه می کند خود مسائل دعوت در دو موضوع بسیار یا مهم یا دو میدان بسیار مهم تجلی می کنه که دعوتگر باید بهش دقت بکنه. تربیت و تعلیم یک میدان هست، امر به معروف و نهی از منکر میدان دیگر. هر کدوم از این دو میدان اصول، ضوابط و قواعد خاص خودش را داره، فراموش نکنیم. مبنای اصل اول یا میدان اول که همون تربیت و تعلیم هست، آیه کریمه سوره جمعه است که خداوند عز و جل می‌فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یا در آیه دیگر می‌فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. هر دو آیه یک مفهوم را می‌رساند، با آنکه در مبحث تربیت و تعلیم علوم دین معیار بر این سه مطلب هست: آموزش، تزکیه و تعلیم مستمر مبنی بر کتاب و سنت. همچنان که در میدان امر به معروف و نهی از منکر باید مخاطب را شناخت، باید جامعه را شناخت، باید زمان و مکان را شناخت تا بر مبنای آن مصالح و مفاسد امر به معروف و نهی از منکر را خوب بهش پی برد. کنجوری بحث خودش داره. دعوتگر باید بداند که اگر اینجا این امر به دیگران کرد یا این نصیحت کرد یا این نصیحت نکرد چه مصلحتی، چه خوبی هایی دارد یا چه بدی هایی به بار می آورد. ممکنه چه بس تا دعوتگر نیتش هم خوب باشه، حرف خوب هم داره می زنه، اما اون زمان نیست و این حرفش باعث فتنه می شود، باعث خرابی و دمار می شود، باعث اختلاف می شود، باعث فساد بزرگتر می شود. ولذا هر کدوم از این دو میدان باید دوباره مورد بحث و نقاش قرار بگیره. ولی به طور عموم یک دعوتگر باید بداند که دو میدان جدا از هم در راستای تطبیق دین و شریعت در جامعه جای جولانگاهی دعوتگران ما میتونن باشن، دعوتگران مسلمان. یکی مسئله تربیت و تعلیم هست و دیگری میدان امر معروف و نهی از منکر. ارتباطاتی به هم دیگه دارن، ولی هر کدام ضوابط و قواعد و اصول خاص خودش رو در بر میگیرد و دارد و باید به طبیعت آن آشنا بود. به عبارت دیگر یه دعوتگری که قصدش تربیت و تعلیم امت اسلامی است نباید با امر معروف و نهی از منکر اشتباه بگیرد. و آن کسی که میخواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند نباید با تعلیم و تربیت یا تربیت و تعلیم به طور درست‌تر اشتباه بگیرد. هر کدام در راستای احیای دین در جامعه هستند. هر کدام میدان خاص خودش را داره، هرچند که هر دوی آنها در نهایت در راستای احیای دین و تطبیق قوانین شریعت بر جامعه اسلامی هستند، ولی هر کدام یک زمانی و یک مکانی و یک افراد خاص خودش رو داره. ولذا به مربیان و معلمین علوم و فنون اسلامی که در صدد تربیت یک نسل جدیدی از جامعه هستند به نام علمای ربانی، به عنوان نسل تربیت شده قرآنی، به عنوان آموزش گرفتگان از مکتب قرآن هستند، اونها باید یک برنامه منهجی دراز مدت و حساب شده داشته باشند.
اولا راهکار تربیتی باید داشته باشند از خلال ارزش ها و مفاهیم قرآنی و نبوی که بتونن به تدرج انسان های زیر دستشون را به اخلاقیات والا سوق بدن. قرآن کریم هم بارها این مسائل را بیان کرده، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزکات فاعلون الى آخره. از اینجا شروع میشه، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. يا در ابتدای سوره بقره، يا در ابتدای سوره انفال، یا در جاهای دیگر قرآن نمونه ای از این اخلاقیات قرآنی به چشم میخورد. همچنین و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. در آخرین آیات سوره فرقان، در آخرین آیات سوره، در وسط سوره الحاقه، اونجایی که میفرماید إلا أصحاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. به این آیات هم از رو اشاره بکنیم، مذاکره بعضی وقتا اجازه نمیده. در سوره المعارج هست، آنجا که میفرماید إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. از آیه 19 تا 35 سوره مبارکه المعارج و همچنین از قبل در سوره مؤمنون آیاتی را خدمتون تلاوت کردن از صدر آیه سوره مبارکه المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، و همچنین در آخرین آیات سوره فرقان که خداوند عز وجل در اونجا فرمود تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وهو الذي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تا آخر آیاتی که در اونجا میاد، همه اینها آیات تربیتی قرآن هست برای تربیت نسل مسلمان ممتاز، مسلمان دعوتگر، مسلمان قرآنی که جای بحث زیادی دارد و لذا باید آنهایی که بحث تربیتی آغاز می کنند از قرآن کریم الهام بگیرند و این تعلیم باید مستمر باشد، همیشگی باشه، با زندگی آنها جوش بگیرد و همچنین در قالب علم همراه با عمل باشد. یه میان برنامه می بینیم، سپس موضوع برمیگردیم. بله بینندگان عزیز، با سلام مجدد. موضوعمون در مورد آخرین قسمت از برنامه با دعوتگران در این بخش اینه که ما آنچه که یک دعوتگر نیاز دارد اینه که شناخت کافی داشته باشه از
دو مطلب مهم، دو میدان مهم. یک میدان، میدان تربیت و تعلیم و تعلیم و تربیت نسل قرآنی است در جامعه اسلامی، و یک میدان، میدان امر به معروف و نهی از منکر. هر کدوم از این دو میدان اصول، ضوابط و قواعد خاص خودش را داره، نباید با هم دیگه قاطی کرد. ولذا آن دعوتگری که میخواهد وارد میدان شود باید بدوند که با کدام از این دو میدان میخواد کار بکنه. اگر اینکه میخواد کار تربیتی را آغاز بکنه و این کار اصل هست، اصل در دعوت، چون کار انبیا دعوت بر اساس تربیت بوده و آیه هم در این زمینه من خدمتتون خوندم، والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. عرض کردم که این راهکارهای تربیتی قرآن را باید مورد لطف عنایت قرار بگیره، راهکارهای نبوی را باید مورد لطف عنایت بگیرد. چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه های نوجوان مثل ابن عباس، مثل جابر بن عبدالله الانصاری، مثل مسلم بن عمیر، مثل عبدالله بن مسعود، مثل عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمر و بقیه و بقیه، عبدالله بن زبیر و دیگران را تربیت کرد تا از میان آنها رهبرانی قدرتمند و مجاهدانی نستو و علمای برجسته تربیت کرد. این تعلیم باید مستمر و دائم باشه، تمسک به علم همراه با عمل، تمسک به عمل صالح مبنی بر علم نافع، تدرج در تحلیم و تطبیق و احکام اون باشه، نه اینکه همه جا همه علوم را ما میخوام یک جا بهش بدیم، مثل کامپیوتر برنامه بهش بدیم، براش برنامه ریزی کنیم، اون وقت بهش کنیم حالا بار دور زمان عمل است. نه، علم دین تربیت متدرج هست. ولذا صحابی میفرمودند در تفسیر ابن کثیر آمده است که کان الرجل منا، صحابی میفرمودند کان الرجل منا اذا تعلم عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. کسی از میان صحابه از ده آیه تجاوز نمیکرد. وقتی ده آیه یاد میگرفت از قرآن، معانی اون را و عمل به اون را یاد میگرفت، سپس درس های جدید و مطالب جدید از اسلام یاد میگرفت. خب همچنین باید امر با تدرج محاسبه نفس هم باشد. هر از گاهی انسان دچار اشتباه میشه، باید ارزشیابی کرد، باید محاسبه کرد، باید تقویمش کرد، ارزشیابی کرد. ولذا نقد و انتقاد و محاسبه نفس یکی از ضرورت‌های بحث تربیتی است که جای مناقشه و جای بحث و استدلال‌های زیاد داره. ولذا میگوییم که از اسرار موفقیت این گونه انسان‌ها در این مسیر اینه که نفسی طولانی داشته باشند. علاوه بر این که در ابتدای کار باید همیشه تقوا را در خودشون تقویت کنند، توکل به الله را به حسن و جمال کمال انجام بدن، حسن نیت به الله داشته باشند، خداوند انسانهایی که در این راه و این میدان گام بذارند کمک میکنه و یاری میکنه، اعتماد به نفس داشته باشند که از عهده اون کار برمیان و توانایی اون کار را دارند و به خودشون مطمئن باشن، میانه روی و اعتدال به خرج بدن، تشدد نباشه. پیامبر میفرماید یسرو ولا تعسرو و بشرو ولا تنفرو. در جای دیگه میفرماید که ان هذا الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبه. لن یشاد الدین احد الا غلبه یعنی چی؟ این دین آسان هست، قابل تطبیق هست، قابل فهم هست. کسی که بخواد بر دین سخت گیری کند، در دین سخت گیری کند، خداوند دین را بر اون چیره می کند، یعنی اون از دین دست بر می دارد. واقعا هم همینطور هست. ارتباط و مشاورت با علمای ربانی داشته باشه، یعنی این که یک عالم مربی، یک انسان دعوتگر باید به تنهایی وارد میدان نشود. شیطان هزار دام داره برای انسان دعوتگر، ولذا ممکنه خیلی از کارها براش زیبا جلوه دهد در حالی که زیبا نیست، زشته، زننده است.
ثواب جلوه دهد، در حالی که انحراف هست، گناه هست. ولذا باید با کارهاش، با ارتباط با بزرگترها، دعوتهای کهنسال، دعوتگران کهنسال و پیشکسوتان دعوت و در واقع علمای ربانی و مخلص با مشاورت و ارتباط با اونها انجام بگیرد، علاوه بر اینکه مسلح به علم نافع و عمل صالح باشد. در نتیجه و حکم نهایی هم عجله نکند، کارش را آرام مدبرانه شروع کند و ادامه دهد، تحکم نکند در قضیه، بگوید فقط این است و بس، دیگران را و آرای دیگر را و مذاهب دیگر را و افکار دیگر را محترم بشمارد. احتکارم نکنه، خیال نکنه اون تنها شخصی است که در میدان دعوت وجود داره. نخیر، میدان دعوت واسع است، بزرگه، برای همه کسانی که قصد دعوت داشته باشند. بگذار دیگران هم دعوت بدهند. شما اگر که به یک منهج و یک روشی معتقد هستید، جا دارد که دیگران هم این کار را انجام بدهند. ولذا تشدد به خرج دادن و اعتزال از این مسئله بحثی است که خطرناکه. در مجموعه جدیدی که انشاءالله بعد ارائه خواهیم داد، شاید ما در صدد دو مطلب زد و نقیص باشیم. یکی این که یا مطلب رو اختصاصش بدیم به تربیت ذاتی دعوتگران، یعنی یک دعوتگر، ما سخنانی جست و گریخته از گوش و کنار بر حسب اولویت هایی که در نظرمون مجسم شد در خط دعوت، برای دعوتگران عزیزمون که میدونیم خیلی مختصتر از ما و آگاهتر از ما و پرکارتر از ما دارن دعوت میدن، برای از باب تذکر الدین و نصیحه ذکر کردیم، تواصل بالحق و تواصل بالصبر. ولی اگر دوست داشته باشیم انشاءالله و دوست داشته باشید این باب را باز کنیم بیشتر، جا دارد که برای اینکه بتونیم یک دعوتگر خوب باشیم، بیشتر خودمون رو چطوری باید بسازیم، این مطلب جای بحث داره که روش فکر میکنیم. اگر خداوند عزوجل انشاءالله توفیقی حاصل کرد برای ما و وقتی برای مطالعه کافی در این زمینه داشتیم، در خدمتتون خواهیم بود با تربیت ذاتی دعوتگر در روش دعوت، یا اینکه برعکسش در آینده بخوایم بحث دیگری را باز کنیم به نام آفات دعوت. هر دعوتگری ممکنه که در روشش و منشش روشهایی را انتخاب کنه غلط باشه، آفتهایی به سراغش بیاد، چه در مسیر دعوت، چه در ابتدای دعوت، چه در حول و حوش دعوت. ولذا در فکر و اندیشه دعوت اینها هم معضلاتی است در مسیر دعوت که جای بحث داره. سعی میکنیم در یکی دو بخش آینده انشاءالله بر حسب اولویت، فکر میکنم ابتدا به تربیت ذاتی داعی و دعوتگر بپردازیم و در بخش بعدش آینده انشاءالله به آفات دعوت و دعوتگر. تا اون زمان انشاءالله با ما بمانید و ما را از نصیحت ها و وصیت ها و دعوت های مخلصانه تون فراموش مکنید. من هم انسانی همانند شما، یک دعوتگری هستم که با توکل بر الله در این میدان پا گذاشتم. در گفته هایم، در دعوتم، در منشم ممکنه دچار اشتباه بشم و میشوم. توقع و انتظارم از شما عزیزان در پایان این سلسله بخش از برنامه دعوتگران اینی که حتما با ایمیل با ما @nurtv.net یا با ایمیل خصوصی ملای @nurtv.net تماس برقرار کنید و مرا از اشتباهات و تذکرات خودتون، اشتباهاتی که من در خلال این برنامه متوجه شدم، یا پیشنهاداتی که در این زمینه برای بنده دارید حتما ارائه بدید تا اینکه بتونم از اون استفاده کنم. ممنونتون میشم و برایتون دعای خیر میکنم. موفق و معید باشید و در پایان برنامه دعای ختم جلسه میخوانیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك و صلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
عشان